لبنان تا کنون پذیرای بیش از یک میلیون نفر از آوارگان سوری بوده است که از جنگ به این کشور گریختند. این شماره از پناهجویان یک چهارم جمعیت لبنان را تشکیل می دهند و بیشتر آنها در اردوگاه آوارگان زندگی می کنند. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود تاکید کرده بیش از 250 هزار کودک آواره سوری در لبنان از دسترسی به تحصیل محروم هستند. این گزارش 87 صفحه‌ای همچنین افسوده در فاصله سالهای 2015 تا 2016 تنها 3 درصد کودکان پناهجو در یک مدرسه دولتی ثبت نام کردند. دور بودن اردوگاه های آوارگان و همچنین بدرفتاری با کودکان در برخی از مدارس از دلایل نرفتن کودکان به مدرسه به شمار می آیند. مدرسه را دوست ندارم به ما چیزی یاد نمی دهند می میزنند. از هفت ماه پیش به مدرسه نمیروم. میخواهم کار کنم زندگی کنم و ناناور خانه باشم. ما به غذا نیاز داریم. میخواهم به خرید بروم دو شرخ سواری و فوتبال بازی کنم. بخش دیگری از این گزارش میگوید برنامه های دولتی به صورت ناعادلانه و یا ناقص اجرا می شوند. برای نمونه برخی مدارس به بهانه کمبود بودجه و فقدان مهارت کافی اجازه ثبت نام به کودکان دچار ناتوانی جسمی و یا ذهنی را نمیدهند. در همین حال برخی خانواده های سوری به دلیل انقضای اجازه اقامتشان و از ترس دستگیر شدن فرزندان خود را به مدرسه نمیفرستند. ما از دولت لبنان درخواست کردیم فورا قوانین مربوط به اقامت پناهجویان را تغییر دهد. پرداخت اجباری هزینه 200 دلاری برای برگه اقامت، ممنوعیت کار کردن پناهجویان و لزوم یافتن یک زامن لبنانی را لغو کند. Sponsor. گزارش دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه دسترسی کودکان به آموزش از حقوق اساسی آنها به شمار می رود افسوده حضور در کلاس درس به کودکان پناهجو این امکان را می دهد که بر عوارز روحی ناشی از مشکلات جنگ و بیخانمانی غلبه کنند.